سلام دوستان نازنین، امیدوارم در هر جای دنیا که هستین بر لبانتان خنده و دلتان شاد باشد. اگر مشترک صفحه ما نیستید، لطفاً کلید سابسکرایب را فشار دهید و علامت زنگوله را هم بزنید تا از گذاشتن ویدیوی جدید ما با خبر شوید. و خوشحال میشوم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. جرمنی کشوری در قاره اروپا و پایتخت آن برلین است. مساحت این کشور 357.386 کیلومتر مربع و جمعیت آن 83 میلیون نفر می باشد. نظام سیاسی این کشور جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی است و از 16 ایالت تشکیل شده که هر کدام می تواند در برخی مسائل مستقل عمل کنند. پاسپورت این کشور یکی از معتبرترین پاسپورت های جهان به شمار می رود. دارندگان این پاسپورت می توانند به 154 کشور بدون ویزا سفر کنند. این پاسپورت به همراه پاسپورت کره جنوبی در رتبه سوم معتبرترین پاسپورت های جهان قرار دارد. جرمنی یکی از صنعتی ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می رود. این کشور در جنگ جهانی اول و دوم نقش برجسته ای داشت و در این دو جنگ آسیب های فراوانی دیده بود که پس از پایان جنگ با وام هایی که از کشورهای متفق گرفته بود توانست کشور را بازسازی کند. جرمنی به کشور کچال خورا معروف است. در جنگ جهانی دوم به منظور کم آمدن آذوقه جرمنی ها به کچالو روی آوردند و همکنون هم معروف به کشور کچال خورا است. منبع مهم درآمد جرمنی در گروی صنعت موترسازی می باشد. چند برند معروف این کشور بنز، آودی، فلوکس واگن و پورشه می باشد که جزو بهترین برندهای موتر در جهان به شمار می رود. حتی گفته می شود که هر فرد جرمنی در طول عمرش نزدیک به 10 دستگاه موتر عوض می کند. این تعویض به طور متوسط هر 6 سال یک بار صورت می گیرد. کلیسای جامعه کلن یکی از افتخارات جرمنی محسوب می شود که در قرن 13 ساخته شده و نشان دهنده معماری قرون وسطا می باشد. طول این کلیسا به 157 متر می رسد و سومین کلیسای بزرگ جهان به شمار می رود. هدف از ساخت این کلیسا به منظور قدرت طولانی مدت مسیحیت در اروپا می باشد. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که تعداد جرمنی ها در محل کار تا سال 2030 به 54% کاهش می یابد و امید به زندگی در این کشور بسیار بالاست. بیش از 26% جمعیت این کشور در حال حاضر بالای 60 سال عمر دارند. سن زندگی در مردان 78 و در زنان 83 می باشد. قانونهای بسیار جالبی در این کشور است که ما از آن بخبریم. مثلا فرار از زندان مجازات برای زندانی ندارد. قانون این کشور معتقد است که آزاد بودن یک غریزه اساسی انسان می باشد و بنابراین زندانیان حق فرار از زندان را دارند. در صورتی که فراری ها اگر به اموال یا صدمات جسمی بر شخص وارد کنند، در آن صورت مجازات می شوند. این کشور در مورد نامگذاری اطفال قانون عجیبی دارد. آن همین است که نام هایی که نشانگر جنسیت نیستند یا از فامیلی نیم به عنوان نام استفاده کنند منع می کند. در سال 2014 محبوب ترین نام ها برای طفل دختر صوفی و برای پسر ماکسیمیلیان بود. نوشابه فانتا به دلیل تحریم های تجارتی در جنگ جهانی دوم که مانع واردات نوشیدنی کوکاکولا شد به وجود آمد. رئیس کمپانی کوکاکولا در این کشور آن زمان تصمیم گرفت که با استفاده از مانده موجود در انبارها یک محصول جدید برای بازار تولید کند. فانتا دومین مارک قدیمی کمپانی کوکاکولا و دومین نوشیدنی محبوب این کمپانی است که هر روزه حدود 150 میلیون بوتل در سراسر جهان مصرف می شود. پوهنتون هاگن بزرگترین پوهنتون جرمنی با بیش از 88 هزار دانشجو لقب بیشترین شمار دانشجویان جرمنی را به خود اختصاص داده.
متقاضیان تحصیل در این پوهنتون در 7 سال گذشته به 2 برابر رسیده. چند حقیقت جالب از زندگی مردم جرمنی. معمولاً به طور منظم مردم در ساعت 7:15 دقیقه صبح میز صبحانه را آماده میکنند. در این کشور رسم است که نهار یک وعده غذای گرم و شام یک وعده غذای سرد میباشد. یک فرد جرمنی در طول عمرش به طور متوسط 492 کیلوگرم قهوه مصرف میکند. که سرانه مصرف سالیانه قهوه در جرمنی به طور متوسط 146 لیتر است. آبجو طرفداران زیادی در این کشور دارد. هر نفر به طور متوسط در سال 90 تا 110 لیتر آبجو می نوشد. حتی در برخی از گزارشات 14% از مردم اذعان کردند که هر روز آبجو می نوشند. مصرف روزانه سیگریت در این کشور بسیار بالاست. روزانه هر فرد سیگریتی به طور متوسط 140 هزار نخ سیگریت در طول زندگیش میکشد و بیش از 120 هزار یورو خرج کشیدن سیگریت در طول عمرش میشود. تشکر دوستای عزیز که تا این لحظه با ما بودید. برای عملکرد بهتر ما لطفاً نظرات و پیشنهادهای خود را کامنت کنید.